یه مرد چینی 59 ساله مبتلا به دیابت با پیوند سلولی جدید تونسته 33 ماه بدون نیاز به تزریق انسولین به زندگی خودش ادامه بده که این خبر بسیار جای امیدواری داره برای افراد دیابتی. بر اساس گزارش ساوت چاینا مورنینگ، این مرد 59 ساله چینی در سال 2021 تحت پیوند سلولی قرار گرفت و در سال 2022 دیگه نیازی به تزریق انسولین پیدا نکرد. این روش آزمایش شامل یه نسخه مصنوعی از سلول تولید کننده انسولینه که وظیفه تنظیم کردن قند خون رو به عهده داره. در جولای 2021 با پیوند سلولی این فرد بعد از 11 ماه نیازش به تزریق انسولین برطرف شده و کم کم دوز دارویی خوراکیش کاهش پیدا کرده و بعد از 1 سال کلن از مصرف داروی خوراکی هم عاری شده. حتی در معاینات بعدی نشون داده که پانکراس این بیمار به طور موثری بازسازی شده و 33 ماهه که بدون تزریق انسولین داره به زندگی خودش در کمال صحت و سلامت ادامه میده. این پیشرفت پزشکی توسط تیمی از پزشکان و محققان چینی انجام شده و در 30 آوریل 2024 در مجله سل دیسکاوری منتشر شده. دیابت یک بیماری مزمنه که در توانایی بدن برای تبدیل غذا به انرژی تأثیر میذاره. انسولین ترشح شده توسط سلول پانکراس بسیار برای تنظیم قند خون بدن مهمه. در دیابت این سیستم بد کار میکنه، یا انسولین ترشح نمیکنه یا نمیتونه به درستی از اون انسولین ترشح شده استفاده کنه. دیابت نوع 2 یکی از شایع ترین انواع دیابته و 90% افراد مبتلا به دیابت نوع 2 هستن که دلیل اصلیش هم نداشتن سبک زندگی سالم و رژیم غذایی درسته. اگه دیابت به خوبی مدیریت نشه، ممکنه عوارض سراغ فرد مبتلا به دیابت بیاد، مثل ناراحتی قلبی، مثل نارسایی کلیوی، مثل نابینایی و حتی زخمای دیابتی. برای کنترل این بیماری هم باید از چند روش پیروی کرد. استفاده مرتب از داروهای خوراکی یا تزریق مکرر انسولین، داشتن یه سبک زندگی سالم، ورزش کردن و داشتن یه رژیم غذایی مناسب. دانشمندان در سراسر جهان به دنبال درمان قطعی دیابت هستند که بتونن جایگزینی برای جزیره لانگرهاست یا همون جزایر پانکراس پیدا کنن تا بتونه سطح قند خون بدن رو تنظیم کنه. بر اساس گزارش سازمان جهانی در هندوستان 77 میلیون نفر مبتلا به دیابت نوع 2 هستند و 25 میلیون نفر در معرض ابتلا به دیابت قرار گرفتن. همچنین در خود چین 140 میلیون نفر دیابتی وجود داره و 40 میلیون نفر اونها از انسولین استفاده میکنن. این روش درمانی جدید میتونه به میزان قابل توجهی بار مراقبت‌های بهداشتی رو کاهش بده. من هم به عنوان یه دیابتی از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدم، اما این خبر در دست تحقیق و پژوهش همچنان و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، اما خب منم مثل بقیه دیابتی ها امیدوارم به نتیجه قطعی برسه و در دسترس تمام دیابتی های جهان قرار بگیره. لایک و کامنت هم فراموش نکنید.